جناب ساگینه، آنچه که مطرح شده از یک طرف رستاخیز ملی هست، از طرف دیگه شما نیز آشنایی دارید با رشته برنامه هایی که به هر حال جناب سرلشکر خلبان روحانی مطرح کردن به عنوان عقاب ایران. همینطور شما در شورای ملی به عنوان فردی که کنشگر نه فقط سیاسی بودید بلکه مسائل رو تجزیه و تحلیل می کردید، چه از نظر آنچه که از نظر هسته‌ای و چگونه این اپوزیسیون رو میتونیم به پیش بریم و فراخانی بر اون رستاخیز داشته باشیم، به نظر شما با آشنایی که شما با اپوزیسیون دارید، چه از نظر به هر حال شورای ملی، چه از نظر عقاب ایران به عنوان یک گروه نظامی، صدای شما قطع شد، نظامی سیاسی، صداتون قطعه، تا چند اندازه صدای شما قطعه، صداتون نمیاد، تا چند اندازه شما صدای منو که دارید الان هست جناب ساگینیان، تا چند اندازه شما با آشنایی که از شورای ملی ایران داشتید و دارید و همینطور همکاری که به هر حال با آشنایی که با عقاب ایران به عنوان گروه نظامی سیاسی داشته و دارید رو چگونه میتونید هماهنگی رو به هر حال ایجاد بکنید بین دو ایده که در اصل یک ایده هست اما اون رستاخیز ملی و فراخوان برای اینکه یک روز در یک روز، حالا اول مهر نباشه به هر حال فروردین باشه، که همه به بیرون بیان و بتونن این نظام رو به پایین بکشن. بفرمایید نظر خودتون رو بفرمایید. ببینید شما به دو سه موضوع اشاره کردین، من به همشون اشاره خواهم کرد. اولا گذشته در گذشته، گذشته مرده و رفته، گذشته رفته به گور، الان دیگه زنده نیست، گذشته است. بله، من با از اول شروع اپوزیسیون ها دکتر علی امینی گرفته تا اینجا با همشون همکاری کردم، سازمانی به نام شورای ملی ایران تشکیل دادیم، چند نفر این کار کردیم. اینا هیچ کدوم برنامه‌ای که میبایستی جایگزین بشه در دست نداشتن، هیچ کدوم، از دکتر علی امینی گرفته تا امروز هیچ کدومی نداشتن به غیر از آقای اشکان تشکری که برنامه داده. حالا با برخی از قسمت‌های برنامه ایشون من چندان موافق نیستم، ولی این مهم نیست، این مخالفت نیست، فقط اون باشی راه حلی براش پیدا بشه. اما یه موضوع دیگه، شما اشاره کردین که می اومدن و گفتن الله 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 اکبر، بله اون موقع شعار دادن و گفتن. الان روی این اصل به یک موضوع دیگه اشاره می کنم. شخصی به نام میرزاده عشقی حدود 120 سال پیش در صدر مشروطیت زندگی می کرد و اونو در 31 سالگیش کشتنش، چون که جمهوری خواه بود. اما این شخص خیلی کارها کرد، من جمله یکی از کارهاش اپرایس به نام رستاخیز شهریاران ایران. این اپرا رو بایستی، برای من بایسته است که اینو به صورت اپرا در بیاریم و در دو سه ماه آینده بیاریم بیرون. هزینهش در حدود 25-30 هزار دلار خواهد بود. اینو از هر جایی باشه پیداش خواهم کرد و اینو به وجود خواهم آورد که مردم ببینن. چون در این اپرا موقعی که میرزاده به قول خودش میده و در برابر طاق کسرا میسته و ماتزده نگاه میکنه به این ساختمان و میگه که کی بودیم و چی بودیم، الان چی شدیم، 120 سال پیش، که امروز بیشتر صدق میکنه تا اون موقع. در اون موقع این حرف زد و در این اپرا پادشاهان ایران، 4 تا پادشاه، یک ملکه و یک شاه دخت از قبر میان بیرون و شروع میکنن به صحبت کردن و صحبتشون اینه: این خراب ایران ما نیست، ایران کجاست؟ همین الان این موضوع صدق میکنه، این خرابه‌ای که به وجود آوردن ایران ما نیست، ایران کجاست؟ اینو اگر شعار بشه و ملت شروع کنن داد زدن این خرابه ایران ما نیست، ایران کجاست، شاید جایگزین اون موضوع الله 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 اکبر بشه.
جناب ساگینیان، آنچه که ما در حال حاضر در برحال خارج از کشور میبینیم، افراد حاضرن حتی بلیط های 100 دلاری بدن و ده ها نفر، یعنی ده ها هزار نفر تا صد ها هزار نفر برن سلبریتی هایی که از ایران آمده هست رو ببینن و با خاطره و نوستالژی که از ایران دارن چند فیلمی رو نشون بدن و به نمایش بذارن و چندین میلیون دلار هم از این طریق جمع بشه. ولی ما نمیبینیم این پول ها برای سیل زدگان بره. ما نمیشنویم که این سلبریتی ها بیان و عنوان بکنن آنچه که در ایران داره میگذره. مگر نه همینطور جناب تشکری گفتند به هر حال یک سرگرمی و اینترتینمنتی هست، همینطوری که ما در رادیوها و تلویزیون های لس آنجلسی اون رو و تهران جلسی اون رو یافت میکنه. البته هستند افرادی که جدا میهن پرست هستند، مسائل رو مطرح میکنن و جدا ریشه یابی میکنن. به نظر شما نقش آنچه که گفته شد، نقش موسیقی، نقش نمایش، نقش سلبریتی ها، هنرمندان برای فراخانی که برای این رستاخیز میدهند به چه گونه هست؟ شما یک مورد رو مطرح کردید. آیا این سلبریتی ها نقشی رو ایفا کردند و میکنند؟ مثلا یک موردی رو من مطرح میکنم، داریوش اقبالی در اصل آهنگ هایی که میخونه و اشعاری که علی امینی بر اون میگه و مینویسه اشعاری هستن که مردم رو بر این میسازه به یک آگاهی برسن و به خروش برمیاره. آیا الان موقع آن نرسیده که این سلبریتی ها از گوشه و کنار بیرون بیان و همینطور که در آمریکا ما این رو میبینیم این برنامه رستاخیز رو با شور و هیجان به پیش ببرن؟ ببینین من الان به این سوالی که کردین پاسخ دارم، چون که در حال حاضر در همین الان من مشغول این موضوع هستم. من در هفته گذشته و 10 روز گذشته کوشش کردم که با این 5-4 نفر یا شاید 5 نفر تماس بگیرم. آقای ستار، آقای داریوش، خانم گوگوش و یک شخص، یک آوازخوان دیگه ای. تمام اینها تا حالا به عنوان همونطور که اشکان تشکر اشاره کرد به صورت انترتینمنت وارد شدن، به صورت رهبر یا برانگیز کننده یا پیشوا نیومدن، وارد میدان نشدن. من به این 4 نفر خواستم که نامه بنویسم، نامه نوشتم فرستادم، تمام ایمیل ها بلاک میشه و نمیپذیرن. اگر اینا کسانی هستن که میتونن، در واقع میتونن این کارو بکنن، بله میتونن، چون که ملت اینا رو دوست دارن، ملت به اینا باور دارن، ملت اینا رو میپذیرن، حتی اینا رو میپذیرن. اما اینا با کسانی که آماده به جنگ هستن در تماس نیستن. کی هستن آماده به جنگ؟ آقای تشکری بنده آماده به جنگ هستیم، اما با ما در تماس نیستن. چطور در تماس نیستن؟ من نمیتونم با اینا تماس بگیرم، راهی وجود نداره، شماره تلفن جواب نمیده، ایمیل بلاک شده، راه دیگه وجود نداره. یعنی اینا با ما در تماس نیستن. اگر الان این کسان اینو یا خودشون میشنوند یا کسانی اونا رو میشناسه که اینو میشنوند، بهشون بگن که قربان یه همچین موضوعهایی هست، ملت دارن از شما میخوان بیا میدان، تمام اون چه که لازم است براتون ایجاد میکنیم، ملت به شما باور دارن، دوستون دارن، ایمان دارن، بیا این کار بکنین. اگر وارد بشن بله این کارو میشه کرد، خیلی راحتتر و آرومتر و خیلی سریعتر میشه کرد. اما با اینا چطوری میشه تماس گرفت؟ من راهشو پیدا نکردم هنوز، فقط 7 روز میگردم دنبال راهش، ولی باشم هم در هفت روز پیدا نکردم. اگر راهی داریم پیدا بکنین، در تماس بگذارین، این کار رو خواهیم کرد. ببینین موضوع، یه دقیقه صبر کنین، این موضوع چند تا اپرا وجود داره، اپرای خیلی کوتاه بین 15-20 دقیقه طول میکشه، ولی اصل موضوع رو مستقیم از چشم و گوش وارد ملت، مغز ملت ایران میکنه. با سپاس از جناب ساگینیان برای پیامی مهمی که به فراخوان سلبریتی ها
که این شور و هیجان رستاخیزی رو بتونن به حال مردم رو به هیجان در آورند و به میدانهای کارزار انتخاباتی نه فقط بلکه مبارزه برای آزادی مردم ایران باشه.